بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بیان تشرفات و ملاقات هایی که عده‌ای به خدمت امام زمان ارواحنا فدا رسیدند و در کتاب های معتبری مثل کتاب نجم الثاقب یا کتاب های دیگر نقل شده، ما بنامون اینه که انشاءالله برای همه عزیزان از این جریانات و از این ملاقات ها نقل کنیم. عده‌ای از دوستان از ما سوال میکنن که چرا ملاقات، علت بیان ملاقات چیه؟ دو علت اصلی داره بیان ملاقات و تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام. علت اصلی و علت عمده اون اینه که بهترین جواب برای منکرین امام زمان علیه السلام، افرادی که منکر وجود مقدس حضرت هستند یا افرادی که به شک افتادن که در این فشار، در این اوضاع آخرالزمان مگر امام زمان نیست که همراهی ما کنه و کمک به ما بکنه و از اون طرف دشمنان دارن برای ناپدید بودن امام زمان علیه السلام و جلوه دادن این مسئله که امام زمان یک موجودی است که قابل رؤیت نیست و یک موجودی دست نیافتنی است، دارن تلاش میکنن. بهترین جواب و بهترین راه جواب به این منکرین جریان ملاقات هاست، بیان ملاقات ها و تشرف هاست. وقتی که تشرف و ملاقاتی رو برای کسی نقل کنیم یا اینکه خودش مطالعه کنه یا بشنوه، موجب همین میشه که این شبهات از ذهنش خارج بشه که آیا امام زمانی هست یا نه. و دلیل دوم، با بیان تشرفات و ملاقات ها انسان توجه خاصی به امام زمان علیه السلام پیدا میکنه و یکی از بهترین راه های توجه پیدا کردن به وجود مقدس امام زمان علیه السلام همین ملاقات هایی است که در کتاب های مختلف ذکر شده و بیان شده. در این منظور ملاقاتی امشب خدمتتون عرض میکنم از آقای شیخ محمد تقی همدانی، از علمای جلیل سالهای تقریبا 1397 هجری قمری. ایشون در این ملاقات، خودشون ملاقات نداشتن، همسرشون ملاقاتی داشتن که شرح این ملاقات رو خود آقا شیخ محمد تقی بیان میکنه. ایشون میفرمودن که در سال 1397 هجری قمری در شب 18 ماه صفر همون سال، دو تا از جوانهای ما تو کوههای شمیران زمین خوردن و پرت شدن و از دنیا رفتن. همسر من به خاطر این حادثه یک سکته ناقصی بهش دست داد و همین سکته ناقص موجب شد که چند روز زمینگیر باشه و حال خیلی بدی داشت. وقتی ایشون تعریف میکرد میگفت ما 4 روز بعد از این کسالت، که همسرم 4 روز توی بستر افتاده بود، ما تیمارش میکردیم و ایشون نمیتونست غذا بخوره، نمیتونست خوب حرف بزنه، نه میتونست تکون بخوره از جاش. میگفت شب جمعه ای شد، شب جمعه مصادف شد با 22 صفر، 22 صفر 1397 هجری قمری. ایشون میفرمودن که در اون موقع شب ساعتهای حدوداً 11 شب بود که من رفتم تو اتاقم که استراحت کنم. وقتی که رفتم برای استراحت، به ذهنم اومد که یه چند تا آیه قرآن بخونم. بعد از اینکه آیه قرآن خوندم، دعاها و عدیه هایی که وارد شده برای شب جمعه رم خوندم. بعد به ذهنم اومد که چرا به امام زمان متوسل نشم. این ذهنیت خودشون میگه به این علت در ذهن من خطور کرد که تقریبا 1 ماه قبل از این اتفاق، دختر کوچکی داشتم 10 ساله به نام فاطمه. ایشون اومد به من گفت پدر جان، میشه داستان افرادی که مورد عنایت امام زمان قرار گرفتن و ملاقاتی بهشون حضرت داده اینا رو برای من تعریف کنی؟ من نخواستم دل دخترم رو بشکنم، کتاب نجم الثاقب رو برداشتم، ملاقات هایی رو بعضی مواقع برای دخترم میخوندم از روی کتاب و براش تعریف میکردم و همین موجب شد که من اون وقت شب تو اون اوضاع سخت به یاد این افتادم که، و این ذهنیت به ذهنم اومد که چطور صدها نفر خدمت امام زمان میرسن، حاجتشون رو هم میگیرن و امام زمان بهشون لطف میکنه، چرا من توسل نکنم و حاجتم رو نگیرم؟ گفت مشغول توسل به امام زمان شدم، با حالت گریه و اندوه خیلی زیادی که داشتم از اوضاع همسرم و از دست دادن جوانهام، گفت خیلی فشار به من زیاد بود، با همون حالت اندوه و گریه خوابم. معمولا ساعت 4 صبح بیدار میشدم، ساعت 4 صبح بلند شدم، دیدم یک صدای همهمه‌ای تو اتاق پایینیمون که همسرم اونجا خوابیده بود با دخترام اونجا صدا میاد. در باز کردم رفتم پایین، دیدم دختر بزرگم که معمولا همیشه اون موقع خواب بود، اومد جلوی من گفت پدر جان مژده
مادرمون شفا پیدا کرد. گفتم که کی مادرتو شفا داد؟ گفت من خواب بودم یه دفعه مادرم صدامون کرد با یک صدای نسبتاً بلندی که پاشید آقا رو بدرقه کنید، پاشید آقا رو بدرقه کنید. ما تا اومدیم بلند بشیم مادرم خودش بلند شد و رفت. من پشت سر مادرم رفتم. تا دم حیات که رسیدم، من که ایشون رو دیدم و ایشون من رو دید، هر دو مبهود هم بودیم. مادرم گفت که من بیدارم یا خوابم؟ گفتم مادر جان شما بیداری، شفات دادن. آقا کجان که گفتی آقا رو بدرقه کنید؟ من که کسی رو ندیدم. همسرشون اینجا قضیه رو تعریف میکنه، میگن که من خواب بودم تو حالت ضعف و درازکش، دیدم یک سید جلیل القدر، یک آقای بزرگواری بالای سر من حاضر شد که لباس اهل علم تنشون بود و نه چهره خیلی جوانی داشتن نه چهره خیلی پیری، حالت میانسالی داشتن، چهره میانسال داشتن. بالای سر من حاضر شدن، گفتن که بشین شفا پیدا کرد. گفتم آقا من نمیتونم بلند شم، حالم خوب نیست. بار دوم حضرت فرمودن که با یک لحن تندتری بشین شفا پیدا کردی. میگفت هیبت امام زمان علیه السلام رو که دیدم نشستم. گفت در حالت نشسته آقا به من فرمودن دیگه دوا نخور و دیگه هم گریه نکن. بعد بلند شدن که تشریف ببرن، من سه نفری که تو اتاق خواب بودن رو صدا زدم پاشید آقا رو بدرقه کنید، پاشید آقا رو بدرقه کنید. دیدم تا اینها بلند بشن دیر میشه، آقا تشریف میبرن. خودم بلند شدم، مریضی که 4 روز بود نمیتونست حرکت کنه، نمیتونست غذا بخوره، رنگ و رو نداشت، حالی نداشت که حتی حرف بزنه، گفت بلند شدم تا دم در آقا رو بدرقه کردم. شیخ تعریف میکرد ایشون به خاطر سکته ای که داشت چشم راستش تار شده بود، 4 روز نمیتونست غذا بخوره، 4 روز نمیتونست از جاش تکون بخوره، دائم گریه میکرد که همین گریه کردنش به خاطر دستور امام زمان که بهش فرمودن که دیگه گریه نکن، میگفت از همون لحظه کلن غم و اندوه از دلش خارج شد و دیگه نه گریه کرد نه ضعفی داشت. تا حدی که شیخ میگفت همسر من 5 سال قبل یک مرض روماتیسمی داشت که پیش اطبا برده بودیم، اطبا نتونسته بودن شفا بدن و درمان کنن. وقتی که خانوادهشون رو پیش دکتر معالجشون بردن، دکتر گفت که اون مریضی که من دیدم، مرضی که ایشون داشت و ما دیده بودیم، به صورت عادی قابل استشفا نبود، قابل شفا پیدا کردن نبود، ایشون رو به صورت غیر عادی شفا دادن. و شیخ بزرگوار آقای شیخ محمد تقی همدانی میگفتن که برای شکرانه این مسئله ما در همون سال در خونمون یک مجلس فاطمیه و عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر امام زمان علیه السلام رو برپا کردیم که شکرانه این لطف امام زمان و آقای مهربان باشه. همون جوری که عرض کردم ابتدای صحبت ها، بهترین راه توجه یافتن خدمت امام زمان علیه السلام نقل و گوش دادن و مطالعه تشرفات این عالم بزرگوار، این عالم جلیل القدر. وقتی که خودشون تعریف میکنن، وقتی که من برای دخترم ملاقات میخوندم، آنچنان توجهی خودم به ملاقات ها نداشتم، همین ملاقات خوندن من برای دختر کوچیک و کم سنم موجب شد که من اون موقع تو اون تحت فشار بودن به یاد امام زمان افتادم که چطور اونجا تو کتاب صدها نفر اسم برده شدن که ملاقات کردن، حاجتش رو گرفتن، چطور من نمیتونم، چطور من نمیتونم توسل کنم و حاجتم رو بگیرم. همین شد که ایشون میگفت من نشستم و به امام زمان توسل کردم و امام مهربان ما، امامی که فوق العاده وجودشون از لطف به ما سرشاره و انقدر متواضعن که وقتی یک شیعه به ایشون توسل کرده برای همسرش، آقا جوری نبوده که حضرت شفاش بدن یک دفعه صبح بلنشه شفا پیدا کنه، حضرت خودشون تشریف آوردن خونش بالای سر همسرش، خودشون به همسرش توصیه کردن که گریه نکن، دوا نخور، خودشون همسرش رو آروم کردن. اینقدر امام مهربانی داریم که آقای به این محبت و به این مهربانی رو ما همه ازش غافلیم و ملاقات ها رو باید بیشتر از پیش بهش توجه کنیم و نقل این ملاقات ها علاوه بر این که موجب جلب محبت انسان و توجه بیشتر انسان به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، علاوه بر اون جواب بسیار محکم و دندان شکنی برای مخالفین و برای افرادی که منکر وجود مقدس امام زمان هستند، چه با علم چه با جهل، جواب محکمی برای این افراد است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این شبها صحبت کردیم از غیبت صغرای امام عصر
و از امشب یه مقداری بیشتر وارد میشیم و بیشتر در مورد غیبت کبرا صحبت خواهیم کرد. بعد از وفات جناب علی ابن محمد سموری که چند شب قبل توقیع آخر امام عصر و محضرش خوندم، حضرت فرموده بودن دیگه 6 روز بعد تو از دنیا میروی، دیگه بعد از این به کسی وصیت نکن، دیگه این راه ارتباط قطع شد. اتفاقی که در غیبت کبرا افتاده که در آیات و روایات متعدد در مورد این صحبت شده، عجیبه، در آیات قرآن هم در مورد ماجرای غیبت صحبت شده به صورت خاص غیبت کبرا. اتفاقی که افتاده اینه که این کانال ارتباطی که بود توسط این 4 نایب، این ارتباط قطع شد. بعد از این در دوران غیبت ارتباط مستقیم با امام عصر نبوده، به این معنا که دیگه کسی نیست که بیاد بگه آقا من نماینده حضرتم، من سخنگوی امام عصر هستم، شما اگر بخواین امام رو ببینید باید با من مرتبط بشین، اگه بخواین حرف امام رو گوش بدین باید حرف منو بشنوید. دیگه این قطع شد. کار فقها کار اون 4 نایب نیست که به محضر امام برسند و از طرف امام دستور رو بیارن. و تو این چند شب میخوندیم توقیعاتی که مینوشتن نامه برای امام عصر، اینا میبردن جواب رو میآوردن. از جمله آیاتی که در مورد غیبت صحبت کرده این آیه است، آیه آخر سوره ملک تبارک، آیه آخرش اینه: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یه تشبیهی تو این آیه شده. معنای آیه اینه: ای پیغمبر بگو اگه یه وقتی این آبی که تحت اختیار شما بود این غور شد، یعنی رفت اونقدر پایین که دیگه دسترسی به این آب نداشتید، فمن یأتیکم بماء معین، کی آب گوارا رو به شما میرسونه؟ تشبیهی کرده است در این آیه. یه چاهی رو تصور بکنید اونقدر آبش پایین بره پایین بره پایین بره که دیگه در دسترس نباشه، هر کاری کنی نتونی آب رو برداری. خب یه جمله است، خدای متعال در مورد آب صحبت کرده. در ذیل این آیه ما روایات فراوانی داریم، 2-3 تاشو میخونم. امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام به این عبارات: اگه امامتون از دست دادید، اگه امامتون غایب شد، فمن یأتیکم به امام جدید، کی امام جدید رو اختیار شما قرار میده؟ از این روایات معلوم میشه که این مایی که در این آیه آمده یعنی امام، آب، امام تشبیه به آب شده. پیغمبر اکرم به جناب عمار فرمودن: عمار، ان الله تبارک و تعالی، خدا در عهد و پیمانی که با من بسته مقرر کرده است که انه یخرج من صلب الحسین ائمه 9، 9 امام را از صلب ابی عبدالله به دنیا می آورد و 9 من ولده، 9 نفر از آن فرزندها یغیب عنهم، غایب می شود. بعد این آیه رو خوندن: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بعد فرمودن: تکون له غیبت طویله، غیبت طولانی خواهد داشت، که یرجع عنها قوم، یه عده‌ای بر میگردن از اعتقاد به امامت او، و یثبت علیها آخرون، یه جمع دیگه هم باقی میمانند تا آخر الزمان بشود. فاذا کان فی آخر الزمان یخرج، خارج میشود، فیملع الدنیا قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما، همون گونه که زمین پر از ظلم و جور شده بیرون میآید زمین رو پر از عدل و داد میکند. بعد 2 جمله در توصیف امام از خاتم الانبیا فرمودن: 1، و هو سمیی، هم اسم من است، اسم او اسم من است، و یکی هم اشبه الناس بی، شبیه ترین مردم به من پیغمبر. قیافه ظاهری امام از شبیه به خاتم الانبیا است. تو روایات متعدد خلاصه در ذیل این آیه اشاره شده بر این که امام تشبیه به آب شده از حضرت، 1، و 2 غیبت امام تشبیه شده به این که آب از دسترس خارج بشه، اونقدر پایین بره که در دسترس نباشه. جالب اینه قرآن را اگه نگاه کنیم برای آب چند تا خصوصیت آورده. میدونید دیگه اصطلاحا ما اینجوری میگیم وقتی یه چیزی رو به یه چیز دیگه تشبیه میکنیم یه نکته‌ای تو شباهتش هست. وقتی میگیم فلانی مثل کوهه، یا مثلا هیکلشو میگیم یا استقامتشو میگیم، یه تشبیه شبهی داره. وقتی میگیم امام مثل آب است، قرآن نگاه کنیم: 1، و جعلنا من الماء كل شيء حي، حیات هر چیزی به آب است. خدا میفرماید ما از آب برای هر چیزی حیات قرار دادیم. جالب اینه امام و حجت خدا، ولایتی که اونها دارن هم مایه حیات واقعی و روح ماست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، استجیبوا لله و الرسول
اجابت کنید حرف خدا و پیغمبر رو. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی میخوانن شما رو به چیزی که حیات شما در اوست. روایت ما گفته خدا و پیغمبر و ولایت اهل بیت اسوال طهارت، وقتی میخوانن این مایه حیات. این یه وجه شبه. امام مثل آب، همون گونه که آب مایه حیات همه چیزه، امام هم مایه حیات. دو، در قرآن کریم یه وجه شبه دیگه هم گفته و اون اینی که در توصیف ما گفته انزلنا من السماء ماء لیطهرکم به، از آسمان براتون آب فرستادیم که پاک کنید همه چیز رو. مطهر آب، پاک کننده است. زیارت جامعه نمیخونیم؟ خدا شما رو قرار داد ولایت شما طیبل خلقنا، طهارتا لانفسنا، تزکیتا لنا، کفارتا لذنوبنا. همونطوری که آب مایه طهارت ظاهری است، امام مایه طهارت خلق ماست، مایه طهارت روح ماست، مایه طهارت ما از گناهان پاک میکنن. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، مخاطبش شیعیان اثنا عشریان، مخاطبش منتظران امام زمانن. میدانید که انتظاری که از مقومات ایمان است، وقتی که میاد خدمت امام باقر سلام الله علیه، روایتی که مرحوم کلینی در کافی با سند معتبر از امام باقر نقل میکند و میگه آن چه که تمام اعمال به واسطه اون قبول میشود برای من بشمارید، حضرت از شهادت به وحدانیت خدا میشمارند تا شهادت به نبوت خاتم الانبیا تا اقرار به ما نزل من عند الله علی رسول الله تا پذیرش ولایت اهل بیت تا براءت از دشمنان اهل بیت، بعد میرسن به این جمله ول انتظار للمهدی علیه السلام. انتظار که از مقومات ایمان است، یکی از شرایط پذیرش اعمال است. حتی میتوان گفت اعتقاد به امام زمان و منتظر امام زمان نشستن یکی از شرایط پذیرش توحید انسان و اعتقاد انسان به مقام نبوت خاتم الانبیا و اعتقاد انسان به ولایت تک تک ائمه اطهار قبل از امام زمان. یعنی شما طبق فرمایش رسول خدا اگر همه ائمه اطهار را بپذیری، امام زمان را انکار کنی، من کذب بالمهدی فقط کفر. خیلی بی پرده هم پیغمبر فرموده، تعارف هم با کسی نداره. فرمود کسی که مهدی را انکار کند مثل کسی است که تمام انبیا را پذیرفته، نبوت من خاتم الانبیا را رد کرد. چطور او کافر است؟ مهم اینه وقتی خدا می فرماید یا ایها الذین آمنو، مخاطب مؤمنان شیعیان منتظران امام زمانن. خب چی میخواد خدا از ما؟ اذکر الله ذکرا کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید. چقدر؟ سبحوه و بکارتن و اصیلا، صبح و شام به یاد خدا باشید. و این به یاد خدا بودن صباحی و مسائی شما زیاد باشد. که موسی بن جعفر سلام الله علیه، شخصی آمد محضر حضرت گفت آه من این آیه رو که دیدم و شنیدم و درش تأمل کردم، یه چیزی به ذهنم رسید راجع به معنای کثرت ذکر خدا، میخوام عرضه بر شما کنم ببینید درسته درست نیست. همون چی؟ گفت من نظرم اینه که علل اقل باید 200 بار به یاد خدا باشی تا به این آیه عمل کرده باشی. فمو صدقت، راست گفت. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا، نتیجه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اگر چنین کنید، زیاد به یاد خدا باشید، خدا با ملائکش بر شما صلوات می فرستد که چه اتفاقی بیفتد؟ که شما را از ظلمت ها خارج کند، وارد در حریم نور. یک حدیث رو زمینه این آیه کن، به یک نتیجه ولایی میرسی. ان ذکرنا من ذکر الله، امام صادق سلام الله علیه میفرماید یاد ما اهل بیت یاد خداست. پس اگر ما موظفیم زیاد به یاد خدا باشیم، موظفیم زیاد به یاد امام زمانمان هم باشیم. یاد امام زمان یاد خدا. پس ما روزی 200 بار باید به یاد امام زمان باشیم تا گرفتار نسیان نشویم، به الا گرفتار میشیم.
وقتی که حکمت جعل نماز در پنج وعده اینه که من به یاد خدا بیفتم و اقم صلات لذکری، تازه تو دل نماز ولایت هم هست، یاد اهل بیتم هست، یاد امام زمان هم هست. کجای نماز یاد اهل بیت، یاد امام زمانه؟ مگه تو هم نمیخوانی اهدن از صراط المستقیم؟ صراط مستقیم چه صراطی است غیر صراط امیر المؤمنین و ائمه طاهرین؟ مگر بعد خودت نمیگی صراط الذین انعمت علیهم؟ اونهایی که خدا به اونها نعمت داده و نعمتش را بر اونها تمام کرده، اونها چه کسانی هستند غیر از محمد و آل محمد؟ مگر امروز اگر کسی در طریق انتظار قدم بگذارد و منتظر امام زمان باشد صبح و شام، طبق فرمایش امام صادق سلام الله علیه که انتظر الفرج صباحا و مساء، مگر او به این آیه عمل نکرده؟ قطعا عمل کرده. اگر عمل کند خدا او را از ظلمت‌های فکری و اعتقادی بیرونش میبرد، از ظلمت‌های عملی بیرونش میبرد، از ظلمت‌های اخلاقی بیرونش میبرد، از ظلمت نسیان که بدترین ظلمت است که انسان را به سرحد کفر و شرک و فسق و نفاق میرساند، از این ظلمت هم نجاتش میده. چی میخواد خدا از ما؟ اذکر الله ذکرا کثیرا.